برگشتیم. واسه هم صبحتان بخیر و نخستین مهمان ما هم خوشبختانه در کنار ما هستن آقای برهان موحق. اینا سخنگوی بسیج ملی افغانستان هستن. روی نقش و نهادهای سیاسی و اجتماعی در بازگو کردن مشکلات مردم میخوان نشانه داشته باشن که در ابتدای برنامه توضیحاتی و صحبت‌های خودمون را داشتیم. حالا بیشتر میخوایم از آقای موحق با خبر شویم از آنچه جزئیاتی که وجود داره و نقش نهادها و نهادهایی که در بخش سیاست، فرهنگ، اجتماع یا هر بخش دیگر که کار و فعالیت میکنن. درود بر شما. صبحتان بخیر. سلام علیکم. سلام به شما و سلام به بینندگان گرامی تلویزیون خورشید. امید که یک صبح خوش و خندان داشته باشی و ابتدای هفته است. هفته خوشی داشته باشید. تشکر. سلامت باشین آقای موحق. میشه در رابطه به نهادهای سیاسی و اجتماعی کم معلومات بدین که اینا چگونه تونستن مشکلات مردم رو بازگو بکنن؟ چقدر از مشکلات مردم قسمی که ما شما آگاه هستیم مردم ما زیاد مشکلات دارن، به کدام مشکلاتشون زیادتر رسیدگی صورت گرفتن؟ نهادها در مجموع چه اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، سیاسی باشه، در ماده 35 قانون اساسی افغانستان تصریح شده که اتباع افغانستان میتونن نهاد بسازن، جمعیت ها بسازن. این نهادها میتونن به خاطر اهداف متنوع متعدد فعالیت بکنن که ما در اینجا بخواد بتوانیم اینا چند از دخکارهایشان رو بیان میکنیم که چگونه نهادها میتونن برای جامعه رای حل بتن، مشکلات جامعه رو بازگو بکنن. چون ذات نهاد و ذات این نظام که ما میشناسیم و حاکم است یک نظام مردم سالار است و نظام های مردم سالار استوار بر ارزش های انسانی میباشند. نظام که ما فعلا تحت از او زندگی میکنیم دموکراسی است و این نظام برای رسیدن به اهدافش نیاز به مردم داره و جمعیت ها را به خود تأسیس میکنه و این جمعیت ها هستند که در وقت خلای قدرت، در وقت فساد قدرت به فعالیت شروع میکنن و اجازه نمیتن که دولت از امو خط سیر مشخص خود بیرون بره. یکی از راهکارهایی که یک نهاد میتونه دولت را به مردم پاسخگو بسازه دادن طرح و پالیسی های منظم است. این نهادها رسالت شانی است که به دولت طرح بتن، طرح های بسیار مفید. اگرچه نهادهای فعلی افغانستان مشکلات عدیده خود را داره و با اون رسالتی که داد عمل نمیکنه، ولی به لحاظ علمی نهادها این رسالتشان است که باید بدلت تدهای بسیار موثق، کامگار و پلیسی درست اداره بکنن. خب آقای موحق، اگر شما داشته باشین در قسمت که نهاد یعنی یک ارگانی هست که بدون طرفداری کردن از یک فرد یا یک منبعی یا یک حزبی یا هر گونه فعالیت دیگر در کنار باشه و فقط به خاطر مردم و یک ارگان مستقل باید باشن. اما متاسفانه بیشتر از نهادهایی که در افغانستان هستن حتما یک حامی سیاسی دارن، یک حامی بیرون از کشور دارن، یک حامی دارن که از کشور دیگر تمویل میشن. و نظر شما ارگانی که مربوط میشه به نهادها و بعد نظارتی داشته باشن و قسمی که شما هم اشاره کردین میتونه خیلی نقش داشته باشه در پیشرفت و در رساندن مشکلات مردم، همین است که امروزه اصلا صحبت نهادها را هیچ کسی توجه نمیکنه و بخصوص ارگانهای دولتی اصلا نمیخوان که اقداماتی داشته باشن، پیگیری داشته باشن. به نظرتون نظارت کردن و یک قانون و قواعد را ایجاد کردن برای اینکه مستقل باشه باید یک ارگان چرا تا حالا صورت نگرفته؟ اگر صورت گرفته تا حالا چرا بررسی و نظارتی دقیق و درستی را نتونستن داشته باشن؟ در ماده 35 قانون اساسی وقتی که قانون نهادها را بیان کرده در اونجا یکی از شرایط تأسیس نهادی است که حمایت خارجی نداشته باشه. یعنی مستقل و درون کشوری باشه. ولی مشکل در اینجا است که دولت افغانستان تا فعلا نتونسته قانون اساسی خود را تطبیق بکنه و این کلانترین مشکلی است که ما فعلا داریم. دولت در تطبیق قانون اساسی عاجز است و به شکل دقیق نتونسته که قانون اساسی تطبیق بکنه و این موانع متعدد داره که چرا قانون اساسی تطبیق نمیشه. که یک برنامه مشخص خود میخواد که آدم سر عوامل نقد قانون اساسی بحث بکنه، دولت توانایی ایده نداره که قانون خود سر اتبا تطبیق بکنه. در بسیار خاص موارد میتونه که قانون خود تطبیق بکنه و این بزرگترین مشکلی است که امروز نهادها منزوی هستند و حتی در طول تاریخ ای ادامه داشته که دولت ها نهاد ها را منزوی نگاه کردن و در ضمن افغانستان یک کشور عقب مانده است، تقریبا عقب نگه داشته شده است. در اینجا اساسات
ساخت یک نهاد تطبیق شدنش کمی بدود است. یعنی ما کادرهای سیاسی نداریم که وقتی یک نهاد میسازن اون نهاد را به طرف هدف دقیق بکشانند. و این کلانترین مشکلی است. مثلا ما در نهاد لازم است یک اتاق فکر داشته باشه. اتاق فکر نیاز به متخصصین داره. این متخصصین ما فعلا در افغانستان بسیار کم داریم که در نهادها فعالیت بکنند، در حالی که بزرگترین ارگانی که میتونه دولت را از استبداد دولت جلوگیری بکنه، از ظلم دولت جلوگیری بکنه، دولت را به خاطر رسیدن به اهدافش کمک بکنه، نهادها هستند. و ما این متاسفانه نداریم. امید که یک روز ما به اونجا برسیم که نهادها و مردم تصمیم گیری نهایی باشند. امروز تصمیم ما متاسفانه که تصمیم بدونیست. این یک واقعیت است که تصمیم در بدون گرفته میشه و به توسط افغان ها اینجا تطبیق میشه. ولی این یک معضل است، باید حل شود. اگر این معضل حل نشود چگونه حل میشه و مسئولیت کی است که این مشکل را حل بسازد؟ چون روز به روز نهادها بیشتر میشن و وزارت عدلیه هم همون گونه ثبت میکنن و برشان جواز میتن، میان شروع به کار میکنن، فعالیت میکنن. به خصوص حالا میبینیم که در جریان انتخابات، زمانی که انتخابات نزدیک هست، نهادها بیشتر میشه صرف و میخاطر است که پشتیبانی از یک گروه یا یک فردی داشته باشن. پس منبعی که باید این مشکل را حل بسازه کدام منبع است و کی باید اقدام میکنه؟ ما دولت افغانستان سه دانه قوا داده به خاطر تفکیک قوا. قوه مجریه است، قوه قضایه است و قوه مقننه. وزارت عالی افغانستان قوانین جمعیت ها را تصویب کرده، ساخت. قوه مقننه ساختش و فعلا مکلفیت داده قوه اجرایی وزارت داخله که تطبیق بکنه. وقتی که نهادها بدون جواز فعالیت میکنن باید جواز بگیرن. یعنی دولت باید اینها را مکلف بسازه که جواز بگیرن. زمانی که این سه قوا به خاطر تفکیک قوا ساخته شده، به خاطر جلوگیری از استبداد است. حالا اینها رسالتشان است که باید این قانون را تطبیق بکنند. وقتی که ما قوه اجرایه میگیم وزارت داخله زیادترین بودجه افغانستان را مصرف میکنه، پس چی میکنه؟ باید قانون را تطبیق بکنه. اگر قانون را تطبیق کرده نمیتونه، در واقع عدم تطبیق قانون خود جرم است. چرا دولت ما نتونسته تا فعلا 20% قانون اساسی افغانستان را تطبیق بکنه؟ وقتی که نمیتونه قانون را تطبیق بکنه، در واقع اینجا است که وقتی قانون نبود تفکیک قوا نیست. و مونتسکیو میگه که بزرگترین چیزی که قدرت را مهار میکنه قانون است. امروز قانون وقتی که به دست چهار ستمگر مهار شده است، گرفته شده است، اینجا نهادها باید وارد صحنه عمل شوند و مردم را بفهمانند که تن به ظلم ندهند. تن دادن به ظلم، اسلام، حتی خود اسلام هم نه ظلم را میپذیره نه با کسی جزا میتک بالای ظلم بکنه. یعنی ما نباید با کسی جزا بتیم بالای ما ظلم بکنه و نباید با کسی ظلم بکنه. بله، بدون شک آقای محق، زمانی که ما زحمت نکشیم هیچ وقت راحتی را نمیلیم. پس چه خوب است که افغانستان هم تلاش داشته باشه. آقای محق، قسمه که شما پیشتر یادآور شدین که در قانون 35 در رابطه به نهادهای سیاسی و اجتماعی یادآوری شده، چرا افغانستان توانایی خود را به خرج نمیتن، تلاش نمیکنن تا این امان کاری که بر عهده شان است انجام بدن؟ چرا بعضی از نهادها هستن بدون جواز فعالیت میکنن؟ چرا جلو چنین کارها گرفته نمیشه؟ متاسفانه زدبنده و کشیدگی سیاسی که در افغانستان وجود داره، دولت را از قدرت کمی پایین تر آورده. یعنی جزیره های قدرت است، نمیگذارده که قانون اساسی تطبیق شود. و اگر وقت باشه که یا در این برنامه در برنامه دیگر که ما بررسی کنیم که چرا قانون اساسی تطبیق نمیشه، بزرگترین عامل عدم تطبیق قانون اساسی وجود خارجی ها در افغانستان است. در ماده چندم در فصل اول قانون اساسی افغانستان بیان شده که افغانستان دولت مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه است. حالا ما میبینیم که در تمام امورات ما خارجی ها دخالت میکنند. اگر این قانون تطبیق شود، در واقع اولین کاری که میشه که خارجی ها متکر میکنیم. بس خارجی ها اجازه نمیدن که قانون اساسی اینجا تطبیق شود. خوشبختانه که هر روز هم مشاهده از این هستیم که قانون وضع شده میره، وضع شده میره، اما هیچ تطبیق وجود نداره. چگونه میتونیم که هر قانون را که وضع میکنیم تطبیق داشته باشه؟ تطبیق قانون نیاز به قدرت داره. اگر ما قدرت نداشته باشیم قانون را تطبیق کرده نمیتونیم. در حالی که افغانستان قدرت بالخصوص و قدرت استقلالی نداره.
یعنی هر آن قانون قابل تطبیق پیدا میکنه که به نفع دیگران باشه، به نفع جدیدهای قدرت باشه، به نفع افراد بخصوص باشه. قوانینی که به نفع مردم باشد تطبیق کردنش بسیار دور است. در این جهت که رسالت نهادها وارد صحنه باید شوند که نگذارن که قانونی که به نفع مردم است تطبیق نشود. یعنی ما فعالیت های مدنی خود را کجا شروع میکنیم؟ از اینجا شروع میکنیم که یک ظلم را میبینیم، نیاز است که اون ظلم باید مداوا شود، نیاز است که اون ظلم باید دفع شود. اینجا که ما باید وارد صحنه شویم. از موضوع زیاد دور نریم آقای محق، بیشتر روی موضوع شما داشته باشین که تا چه حد تونستن فعالین مدنی و نهادها و ارگان هایی که هستن بخاطر مردم کار میکنن تونستن مشکلات مردم را به گونه شاید و باید به درستش بازگو بکنن و به دولت و کسایی که مسئول هستن برسانن. آیا واقعا همان مسئولیتی که داشتن اینها کارشان را باید انجام میدادن و گونه دقیق و درستش انجام دادن؟ یک بررسی داشته باشیم از نهادهایی که در افغانستان هستن، به نظرتان چگونه است؟ ما در ابتدا بحث نقص قانون مدنی را گفتیم، مدنی تو هم باید بگیم که همین جامعه های مدنی و نهادهای مدنی نقص های هم دارن. بزرگتر نقصشانی است که راهکار مشخص برای تطبیق اهداف خود ندارن. اکثریت نهادها یک وسیله برای رسیدن به یک هدف مشخص، در حالی که در قانون مدنی افغانستان تصویر شده که افراد نمیتونن از نهادها به شکل فردی استفاده بکنن. نهادهای ما مشکلات خود را داره. یکی از بزرگترین مشکلشی است که نتانسته است طرحهای مشخص و منظم به دولت ارائه بکنه. ما این بعد بپذیریم که نهادها مشکل دارن و این مشکلات بعد رفع شود. ولی به خاطر از اینکه فعالیت های مدنی در افغانستان نهادینه نشده و به فعالیت های مدنی ارزش داده نمیشه و همیشه استفاده ابزاری ازش میشه. استفاده ابزاری از فعالیت های مدنی روند فعالیت های مدنی را کنترل ساخته و در ضمن این تاریخ این ثابت کرده که نهادها منظمی نگه داشته شدن. نهادها باید دست وارد صحنه شوند، کارهای نهادها باید عملی شوند، ولی متاسفانه ما چنین چیزی نداریم. امید است که به اونجا برسیم. سلامت باشین، است که در برنامه تشریف آوردین. به امید یک روز شود که توجه صورت بگیره به آن چی مشکلاتی که خودمون داریم در کشور خود.